آمازون.com یا آمازون شرکت تجاری الکترونیکی آمریکایی است که در سال 1994 توسط جف بیزوس در شهر سیاتل واقع در ایالت واشینگتن تأسیس شد. این شرکت فعالیت خودش را در سال 1995 با عنوان فروشگاه آفلاین کتاب آغاز کرد. سپس اقدام به فروش محصولات نو یا دست دوم از طریق اینترنت نمود. شرکت آمازون همکنون طیف گسترده‌ای از کالاها و محصولات رو توزیع می‌کنه که از کتاب، سی دی و دی وی دی و بسته‌های نرم‌افزاری تا تجهیزات الکترونیکی و وسایل خانگی، کیف، کفش و انواع لباس رو در بر می‌گیره و امروزه بزرگترین فروشگاه‌های اینترنتی جهان به شمار میاد. به برنامه تاریخچه آمازون بسیار خوش اومدید. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما باخبر بشید. لایک و کامنت‌های سازنده‌تون فراموش نشه. جف بیزوس، بنیانگذار و مدیرعامل فعلی این شرکت، با در اختیار داشتن 17% از سهام و کپیتال گروپ با مالکیت 6% از سهام آمازون، بزرگترین سهامداران آن محسوب میشند. بخشی از سهام شرکت آمازون نیز در بازار بورس نزدک معامله میشه و بخشی از شاخصهای S&P 500 و نزدک 100 به شمار میاد. وبگاه الکسا اینترنت، دیجیتال فوتوگراف ریویو، گودریدز و بانک اطلاعات اینترنتی فیلم‌ها متعلق به آمازون هستند. این شرکت به عنوان یک نتیجه از آنچه که بنیانگذار آمازون جف بیزوس اون رو چهارچوب کمینه‌سازی پشیمانی نامیده تأسیس شده که تلاش‌هایش رو برای از بین بردن هر گونه پشیمانی برای غیبت در انعکاس کسب و کار اینترنتی در آن زمان توصیف می‌کرد. در سال 1994 بیزوس شغل خودش به عنوان معاون رئیس دی ای شاو اند کو رو رها کرد و به سیاتل واشنگتن نقل مکان کرد. او شروع به کار کردن بر روی یک طرح تجاری که در نهایت تبدیل به amazon.com شد کرد. در 5 ژوئیه 1994 بیزوس این شرکت رو با نام کدابرا تأسیس کرد. چند ماه بعد پس از اینکه یک وکیل نام اصلی شرکت رو اشتباهاً مرده کاداور شنیده بود، نام شرکت رو به amazon.com تغییر داد. در سپتامبر 1994 بیزوس آدرس اینترنتی relentless.com رو خریداری کرد و به طور خلاصه به نام فروشگاه بی‌نظیرش نامگذاری کرد. اما دوستانش به او گفتند که این نام کمی شوم است. اما دامنه هنوز متعلق به بیزوس است. این شرکت در سال 1995 به عنوان amazon.com بر بستر اینترنت منتشر شد. بیزوس نام آمازون را از یک لغتنامه انتخاب کرد. او در آمازون مستقر شد زیرا این مکان عجیب و غریب و متفاوت بود، درست همانطور که او برای شرکت اینترنتی خود پیشبینی کرده بود. وی خاطر نشان کرد رودخانه آمازون بزرگترین رود در جهان بوده و قصد دارد فروشگاه خود را بزرگترین در جهان کند. بیزوس به یک خبرنگار گفت هیچ چیزی در مورد مدل ما وجود ندارد که نتوان در طول زمان کپی کرد. اما شما می دانید مکدونالد کپی شده است، ولی هنوز یک شرکت میلیون دلاری بزرگ است. این به خاطر نام تجاری آن است. نام‌های تجاری در بستر اینترنت خیلی مهمتر از برندها در دنیای فیزیکی هستند. علاوه بر این، نامی که با ای آغاز می‌شود در ابتدای فهرست‌هایی که بر اساس الفبا مرتب می‌شوند قرار می‌گیرد. پس از خواندن یک گزارش از آینده اینترنت که رشد تجارب وب سالانه را 23% پیش‌بینی کرده بود، بیزوس فهرستی از 20 محصول را که می‌تواند به صورت آفلاین عرضه شود ایجاد کرد. او فهرست را به 5 محصول که امیدوارکننده تر بودند محدود کرد که شامل دیسک های فشرده یا همان سی دی ها، سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار کامپیوتر، فیلم ها و کتاب ها بود. بیزوس در نهایت تصمیم گرفت که کسب و کار جدید خود را به سمت فروش کتاب آنلاین ببرد. به دلیل تقاضای بزرگ در سراسر جهان برای ادبیات و قیمت پایین کتاب.
بدین ترتیب آمازون در پارکینگ خانه بیزوس در بیلیویوی واشینگتن تأسیس شد. الکسا یکی از زیر مجموعه های آمازونه که سود زیادی رو نصیب این شرکت کرده. بر اساس گزارش ها، الکسا به تنهایی در سال 2016 برای آمازون 330 میلیون دلار درآمد داشته و متخصصان پیش بینی می کنند که این رقم در سال 2017 به 600 میلیون دلار نیز خواهد رسید. دامنه آمازون.com در سال 2008 سالانه حداقل 615 میلیون بازدید کننده داشته. آمازون تا ابتدای سال 2016 بیش از 130 میلیون مشتری را به وبگاه خود در آمریکا جذب کرد. همچنین این شرکت به شدت مبلغ زیادی بر روی ظرفیت سرورهایش برای وبگاه خود سرمایه گذاری کرده است. به خصوص برای پاسخگویی به ترافیک وب در فصل تعطیلات کریسمس در ماه دسامبر. وبسایت آمازون که به عنوان بزرگترین کتاب فروشی آنلاین دنیا شناخته می شود، در سال 2014 معادل 63% فروش آنلاین کتاب و 40% کل فروش کتاب دنیا را از طریق خرده فروشی به دست آورده. این میزان فروش رکورد جهانی بوده که یک فروشگاه وبسایتی به آن دست پیدا کرده. آمازون همچنین بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایالات متحده محسوب می شود و در وبگاه خود به جز کتاب محصولات متنوعی چون سی دی، بلوری، امپی 3 پلیر، انواع نرم افزارها، بازی ویدیویی، وسایل الکترونیکی، زیورآلات، مبلمان، غذا، اسباب بازی و پوشاک نیز می فروشد. و شما می توانید با استفاده از گیفت کارت آمازون از وبگاه آمازون خرید کنید. این سایت از چند سال پیش همچنین وارد عرصه تولید اسمارت فون، تبلت، کتابخانه الکترونیک، تلفن و تلویزیون دیجیتال هم شده. آمازون همچنین در میان آمریکایی‌ها در حال گسترشه. فروش این شرکت در سراسر جهان بیشتر از مجموعه فروش اینترنتی 20 خرده فروش بعدی در آمریکا می‌باشد. مرسی که تا انتهای این برنامه با ما بودید. خیلی خلاصه درباره تاریخچه شرکت آمازون. امیدواریم که لذتشو برده باشید. ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا برنامه‌های جدید ما بیاد با خبر بشین. لایک و کامنت فراموش نشه. شب و روزگارتون خوش. دگارتون.